مگه میشه با 10,000 تومن 7 تا نون باگت بزرگ درست کرد و خوش بافت کپ بازاریا تو خونه خودت درست کنی و لذتشو ببری؟ بله که میشه. من درست کردم و 7 تا نون باگت خوشمزه از بازاریام خوشمزه تر در اومده، ملایم و خیلی خوش بافت. بزن بریم تا آموزش رو بهت بگم، دیگه نون باگت گرون از بیرون نخر. سلام و درود به آشپزخونه آیلین، خوش اومدین. امروز اومدم با این خوشمزه هایی که تو خونه هممون نون همیشه باید در جریان باشه و چه بهتر که اون نون خودمون درست کنیم و از کیفیتش خودمون با خبر باشیم. یک لیوان آب ولر رو اول کار با حدود 10-15 گرم خمیر مایه که همون مخمر میشه با یه قاشق شکر مخلوط کنیم، 10 دقیقه بذاریم تا عمل بیاد. مواد لازم هم بهتون میگم: یک لیوان آب ولر، یک قاشق غذاخوری نمک، یک قاشق غذاخوری شکر، 2 قاشق غذاخوری کره یا روغن و 3 لیوان فرانسوی آرد. آرد سفید قنادی یا آرد سفید، من با آرد سفید قنادی درست کردم ولی با آردای 3-0 هم برای این نون درست میکنن که همون آرد نون فانتزی خودمون میشه. خب من حدود 2 لیوان آردمو میریزم داخل ظرفم که میخوام نمک رو بهش اضافه کنم. مواد خشکمون رو با هم ترکیب کنیم، اول نمک قشنگ بره تو خورد آردمون تا یه جای آردمون شور و یه جای آردمون بیمزه نشه. پس اینجا کلن مواد خشکمون رو اول با هم قاطی کنیم، 2 لیوان آرد بریزین، بعد وقتی که مخمرمون رو به عمل اومده رو اضافه کردیم، اونجا 1 لیوان و نصفی که آرد داریم رو کم کم اضافه کنیم. گفتم هر آردی تقریبی است، نمیشه گفت پلوش چقدر دقیق میبره، هر آردی یه جذب رطوبتی داره. پس شما 3.5 لیوان آرد داشته باشین، زمانی که اضافه کردین و دیگه خمیرتون به دست نچسبید اونجا کافیه. حالا من 3.5 لیوان دارم، کم کم اضافه میکنم و از آخر اگه من آرد اضافه آوردم بهتون میگم که دقیق چقدر آرد استفاده شد. خوب مخلوط کنیم و کم کم همونجور آردو به خورد خمیرمون بدین تا زمانی که دیگه به دست نچسبه. دوستای قشنگم، بعد که کل خمیرمونو ورز دادیم اون موقع 2 قاشق کرمونو اضافه میکنیم، کره آب شده که گفتم من از همون روغن زرد حیوانی استفاده میکنم. شما روغن جامد دوست داشتین بزنین مشکلی نداره، روغن مایه خواستین بزنین مشکلی نداره، ولی با کره و روغن نباتی خیلی بهتر میشه. اینم 2 قاشق روغنمون رو اضافه میکنیم و دوباره ورز میدیم. اگه زمانی که روغن رو اضافه کردیم دوباره خمیرمون شل شد هیچ مشکلی نداره، دوباره 1 قاشق تا 2 قاشق آرد اضافه کنین و دوباره ورز بدین تا خمیرمون قشنگ جمع بشه و یک چونه بزرگ بکنین و بذاریم تا 1 ساعت استراحت کنه. ببینین زمانی که روغن میریزی بازم خمیر خودشو ول میده، به دست نمیچسته چون روغن داره ولی شله، باید درست سفتش کنیم دوباره. نون فانتزی واقعا اگه ترفنداشو یاد بگیری هیچ سختی نداره دوستای قشنگم، خیلی هم آسونه و چه بهتر خودت درست کنی تو خونه، بچه هایم عاشقشن، درست کنی هم برای مدرسه ببرن هم برای هر مجلسی که داری خودتون درست کنین، خیلی هم کمتر براتون در میاد از اینکه شما خواسته باشین از بیرون بخرین. خیلی بچه مدرسه یا دوست دارن با این نون ساندویچ یا براشون ساندویچ درست کنین و بذارین برای مدرسه شون، خیلی دوست دارن. پس یاد بگیریم و همه تون درست کنین. خب ببینین اینجا من کامل دیگه آردو به خوردش دادم و 1 ساعت اینجا استراحت میکنه.
نون باگت دو سه بار باید استراحت کنه. حالا بهت ترفنداشو تا آخر میگم. خب اینجا یک ساعتی که استراحت کرده، پفشو فقط ببینین. به به به، خمیر واقعا خمیر جادوییه. یعنی شما هر مدلی که خواسته باشین درست کنین، بهترین بافتو بهتون میده. پس شما خمیر زدن یاد بگیرین، هزار نون میشه باهاش درست کرد، که من آموزش های یکی یکیشو براتون میگیرم و میذارم دوست قشنگم. خب اینجا چونه کنین دیگه. من 7 تا چونه درست کردم، نخواستم نونام خیلی بزرگ شه، نخواستم خیلی کوچیک شه. 7 تا چونه درست کردم و گذاشتم. بعد زمانی که دوباره ما پهنش میکنیم و میخوام دوباره رول نونمون رو در بیاریم، اون زمانم دوباره خمیرمون بذاریم نیم ساعت استراحت کنه، تا زمانی که دیگه این پروسه مخمرشی که خودش به عمل بیاد و انجام بده، تا اون موقع بعد بذاریم. اگر نه نونمون بیکیفیت، خشک و پف نمی کنه اصلا و خوش میشه، اصلا مثل این نونای بازاری در نمیاد. پس هرچی بذاریم خمیرمون استراحت کنه و ور بیاد، اونجا بهترین نون باگت ما داریم. یه خود من چشمی درست کردم، شما اگه ترازو داریم ترازو، ولی من چشمی درست کردم چونهامو. ببینین دوباره کم آوردم، از چونهای بزرگتر میگیرم و میذارم روی چونهای کوچیکتر. هیچ مشکلی نداره دوست قشنگم، هیچ چیز رو سخت نگیری، همه چیز آسونه. شما باید خودتون با عشق درست کنی و لذتشو ببرید. خب اینجا 10 دقیقه گذاشتم چونها دوباره استراحت کرد و دوباره میخوام رول کنم و بذارم روی سینی. 1.5 دور دور بدین و بدوزین. به اصطلاح قنادی و نونپزی ها، نونبایی ها میگن بدوزیم. ببینین خمیرها رو با هم فشار بدیم تا با هم دیگه بسته باشه، زمانی که تو فره باز نشه نونتون از هم. متوجه میشین چی میگم؟ قشنگ با هم بدوزیم، کناراش اگه باز افتاده همه رو با هم ببندین و بذارین داخل سینی فر. توی مرحله که داریم این کار رو انجام میدیم، میقلتونیمش، اصلا فشار ندین. نباید اون پفی که داره بخوابه دوستای قشنگم. اینم ترفند دوم، زیاد اینو فشار ندین که خواسته باشین پف اینو توی این مرحله هم بخوابونین. فقط روش بازی بازی میکنین تا رفت و برگشت انجام بدین و تا به اون سایز دلخواهتون که رسید بذارین داخل سینی. خب من ببینین یکی دیگه هم براتون درست میکنم. یک انگار رولاتونو یکی و نصفی رول برین جلو، دوباره بدوزین، دوباره یکی دیگه برین جلو، دوباره بدوزین. چون اگه این مرحله به مرحله رو تا آخر برین، بعد دوخت آخری رو بدوزین، خمیرتون توی فر باز میشه دوست قشنگم. اینم ترفند سوم. گفتم اگه ترفنداشو یاد بگیری، آسون ترین نونیه که میخوای درست کنی. و حتما حتما این سری دیگه براتون نون باگت درست میکنم، ولی به سبک همبرگرش. خب اینجا ببینین قشنگ همه رو داخل سینی گذاشتم و 7 تا نون شد دوستای قشنگم. میذارم دوباره به مدت نیم ساعت استراحت کنه و بعد دوباره رومال شیر بهش دادم. من دوستای قشنگم شیر هم نونتون رو ملایم میکنه، هم خوش رنگ تر میکنه. پس آبم اگه میخواییم بزنی شیر نداشتی مشکلی نداره، میتونین اسپری آبم اسپری کنین روش، ولی شیر هم خوش رنگ ترش میکنه، هم بافتش رو بهتر میکنه. پس اگه شیر داشتین شیر بزنیم. اینجا رومال شیر میکنیم و روش کنجد میپاشیم و توی فر 180 به مدت 10 تا 15 دقیقه بذارین. خب اگه توی توستر میذارین، طبقه پایین توسترتون رو 10 دقیقه روشن کنین.
طبقه بالاشو روشن نکنین، نونتون میسوزه. زمانی که پخت نونتون کامل شد و یک خلال دندون داخل نونتون گذاشتین و خلال دندون تمیز بیرون اومد، اونجا نونتون پخته است و طبقه بالای توسترتون رو انگار 3 دقیقه روشن کنین، فقط برای که طلایی بشه روش، چون نون پخته و کامل پخته که خلال دندون تمیز بیرون اومده. پس اون مدت فقط 3 تا 4 دقیقه طبقه فر بالا رو روشن کنید، به اندازه که طلایی شه نون رو بیرون بیارین. اگه میخواین نونتون ترد باشه که همینجوری بذارین سرد بشه، اگه دوست دارین نون ساندویجتون، همون نون باکتتون نرم باشه، حتما با یک پارچه روشو بپوشینین، زیر همون پارچه بذارین سرد بشه. اینجوری هم نون ملایمی دارین که خشک اصلا نمیشه. ببینین اینم همه ترفندهایی که بهتون گفتم. سابسکرایب فراموش نشه دوستای قشنگم، لایک و کامنت برام بذارین، حمایتم کنین. هر لایک شما میذاره که سری بعد فیلم ها بهتون نشون میده، پس حتما لایک کنین و کامنت برام بذارین. اگه کامنت انگلیسی باشه که بهتر، که ساباتون نریزه. دیگه گفتم خستگی رو از تنم دریاریم، با لایک و کامنت های قشنگتون بهم انرژی بدین تا منم آموزش های خفن در راه که میخوام براتون رو بگیرم و با عشق براتون بگیرم و بذارم. به امید دیدار تا برنامه بعد، خدا نگهدار.